بچه همون پول در نیومد، بچه همون افتاد. خیلی از بلاگرها انقدر اومدن بچه دار شدن بچه هاشون افتاده، خدا شاهد بی تو باردار. داستان بچه ما خدا شاهده، به جون بابام به جون مامانم واقعی بچه داشتن. بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یه ویدیویی که از کامنت ها خوندم و خواستم جوابشو بدم و خواستم تنهایی هم ویدیو بگیرم. بعد اینکه همه تون راجع به بچه هامون پرسیدیم، بچه های دوقلو، میخوام تو این ویدیو داستان کامل بچه ها رو بهتون بگم، چی شو، چی کار کردیم، کی به دنیا میاد، قراره به دنیا بیاد، نیاد و اینا. آخر ویدیو رو نگاه کن، همه چی قبلش لایک و کامنت و سابیایتون نره، بخشت حافظ همون پر شده، لایک و کامنت و سابیایتون نره، بریم واسه ادامه ویدیو. داستان بچه ما خدا شاهده، به جون بابام به جون مامانم واقعی بچه داشتم. همه چی هم خوب بود، دیدین سونوگرافی رفتیم، دیدیم عکس و فیلم گذاشتیم، همه چی گذاشتیم، خدا رو شکر همه چی هم عالی هست الانم، اوکی همه چی. ولی بغض میکنم وقتی میخوام بگم، به خاطر اینکه کامنت ها زیاد شده بود و راجع به بچه میپرسید میخوام بگم. اصلا نمیخواستم حرف بزنم، بیتام نتونست داخل این ویدیو باشه، واقعیتش بیتا الان داره فیلم میگیره، سخته واسه ما دیگه، واسه من خیلی سخته، چون کامنت زیاد بوده هی مسخره میکرده، من خیلی دوست ندارم کلن این شکلی باشه هی بیان کامنت بذاریم من جواب ندارم. خیلی از بلاگرها انقدر اومدن بچه دار شدن بچه هاشون افتاده، خدا شاهد بی تو باردار بود، اینقدر اومدن گفتن بچه دار شدیم، بچه‌مون افتاد، بچه‌مون فلان شد، ما خجالت کشیدیم بیایم ویدیو بگیریم، بیایم بگیم که ای بابا اینم به خاطر پول بود، به خاطر یوتیوب بود، بذاره پول بگیره. نه از همچین داستانی نبوده، به خاطر همینم صداشو در نیاوردیم فراموش بشه که نشد. یه سری ها پیگیر بودن داستان بچه هاتون چی شد، توی این ویدیو دارم میگم بهتون داستان بچه هامون واقعیتش اینه که خودتون دیدین دیگه، چند روزی ویدیو نذاشیم، نبودیم و اینا، بچه هامون پول در نیومد، بچه هامون افتادن، خیلی وقت پیشم افتادن، خیلی وقت پیشم افتادن، ولی نیومدیم بگیم، چون میدیدم دیگه قبل اینکه گفتیم بارداریم، باردار بیتا، همه اومدن کامنت گذاشتن به خاطر پوله، به خاطر فلانه، باور نکنید. بعد اینکه بچه افتاد من گفتم ای با من الان بیام ویدیو بذارم تعریف کنن بیتا، به خدا 20 تا سرون بسته بیتا، بیام تعریف کنم میخوام بگن ای با مهدینا دروغ گفتن. نه به خدا دروغ نگفتیم، ولی روم هم نمیشد بیام پر کنم ویدیو بگم که آی بچه افتاد، آی فلان شد، آی بسار شد، که چون ما مطمئن شد ما دوست بودیم، ولی همچین داستانی نبوده، به خدا روم نمیشد بیام بگم که ما فکر نکنید مهدی داره دروغ میگه، روم نشد، کل داستان این بود. باید از خواب بیدار شدیم بیتا حالش بد شد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، سن بیتا کم بوده، سن من کم بوده، به هر حال جور در نیومده. اینم واسه اونایی که ای کامنت میذارن پر کردن ویدیو رو، به قرآن مجید قسم مثلا پول این ویدیو رو هم آف میکنم، یعنی همینجوری پخش میکنم، فقط ببینید، فقط بدونید ما دروغ نگفتیم، فقط خیلی ناراحت بودیم، خیلی به خاطر بیتا ناراحت بودیم، به خود بیتا الان هم حالش خوب نیست، ویدیو رو نمیذاشم که مسخره نکنید، بگید ای بابا اونم دوباره الکی بود اومد به خاطر پول ویدیو الکی درست کرد، خدا شاهد اینجوری هست. ولی خبرهای خوبی، خبرهای بهتری تو راهه، انشالله که خیره. اگه این دفعه اتفاق بیفته خدا شاهده نمیخوام استوریش کنم، نه بخوام پستش کنم، چون بس میکنم چشم میخوریم این بزن، میگم خیلی چشم دیدن رو ندارم، چه میدونم چشم میزنن چشم میخوریم،
دلم درد میکنه این حرفا رو بهتون میزنم. باشه حالا چیزی نکن قلبم. کل ماجرا همینه. بعد خیلیاتون هم گفتی چرا بابا با اینا جشن نمیگیرن، به خاطر همینه. زیاد دووم نیوردن بچه‌ها. البته این هم هست، ما اینقدر اومدیم گفتیم وای بچه افتاد دوری مخفه گرفتیم، وای فلان شد، وای تالاسمی چیه، این مریضی ها مشترکن، اینقدر اینجوری فاز منفی هم اومدیم این اتفاق رو افتاد. ازتون میخوام تو زندگیتون هیچ وقت حتی به شوخی منفی نباشه. شاید به خاطر همینه پایینات صدامون رو شنیدن، خدا یه کاری کرد اینجوری گذاشت تو کاسمون دیگه منفی نباشه. داستانمون این شکلی شد دیگه بچه ها. اینم از این ویدیو که خدا نمیدونم چی بگم. لایک و کامنت حسابم یادتون نره بچه ها، همیشه ما رو حمایت کنید. من کسی هم که خیلی خاکی کار میکنم، جواب همه رو میدم، به خدا اینجوری اینجوری منو بیتا شما حرفی نداره بابا ندیگه. من اومدیم بهتون گفتیم که بچه هاتون همش واسه من کامنت میذاشید که بس اگه تو بار داری چرا شکمت جلو نیومد و چرا هیچ مشخص نیست و اینا، یا مثلا حتی الان میخواید بگید چرا مثلا چه سوری ناراحتی نذاشتی، چرا اصلا غمگین نبودی. من پیش خودم تو خلوت خودم خیلی حالم بد بوده، خیلی اذیت شدم، خیلی درد کشیدم، خیلی درد کشیدم و اینکه دیگه قسمت نبود دیگه. اینم گذاشتیم که نگید آی دروغ بود فلان بود، اینم به اصرار مهدی گذاشتیم، وگرنه من اگه با من بود من نمیذاشتم همچون ویدیوی بذارم. چون انقدر که به آدم سرکوف میزنید میگید آی دروغ، میگی آی فلانه، آی بیساره دیگه. این به بعدم اگه واقعا مهدی راست گفت کوچکترین اتفاقی بیفته نمیایم بگیم، چون اصلا انگار توی ذهنا نمی گنجه، هیچ کی دوست نداره یه اتفاق خوب و قشنگو باور کنه. ولی الان اگه یه اتفاق بدی بود، یه چیز خیلی ناراحت کننده بود، همه باور میکردن. کلن ایران اینجوریه، همه دنبال غمن، غم همو خیلی راحت باور میکنن، ولی هیچ وقت چشم دیدن شادی همدیگر رو باور کردن اونو ندارن. همین دیگه. این اومدیم گفتیم که انقدر دیگه کامنت نذارید بچه چی شد، پس چرا دروغ میگید، شکمت چرا جلو نیست و اینا. امیدوارم که هر جسدترین تو سالم باشه. بابا جون خدافظی کن با دوست. بچه‌ها مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. همه رازا رو که پیش خودتون نگه دارید تو این جماعت. همین دیگه. عاشقتونم.